خود را بیازمایید. آی چارداری خود را بیازمایید و کامل حل کردیم یا نه؟ الف و بشو که حل کردیم، بریم سراغ پ. در شکل پ یه همچین شکلی کشیده، نامش خاصه. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، اینم هشت، اینم یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت. رود به افومی هم یه خط رفته بالا. میخوام اینو بخونیم، شما بخونید برای من، اسمشو بگید ببینم چی گفتید. بله، دو متری اکتان. چون رود افومی یک شاخه یک کربن است میشه متی، و چون هشتاست میشه اکتان. بغلیش اینم اکتان هشتاست، اما روی چندمی و چندمی باید بخونیم بچه ها. بغلیش رو بخونید، ت. اینم هشتاست، یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت. ببینید نقطه ها رو، حالا به هم وصل شروع کنیم. خب هشت هاست روی از این بر، یه دونه اینجاست، یه دونه هم اینجاست. اسمشو برای من بفرستید. رو سومی و رو شیشومی دو تا هستن، یکی متیل اینه یکی هم اینه، چه دی متیل اکتان. بعضی از بچه همون دیه رو جا میدازن. هشت هست کریمی، ده تا هست، ده تا هست میگن، ده تا هست، نو ده، ده باشه میشه دکان. ده تا هست میکنی میشه دکان. اینا تو صفحه 36 یه بار برده، متیل، متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، هگزان، هپتان، اکتان، نونان، دکان. خب 3 و 6، بعد از 6 یه خط تیره گذاشتیم، میبینید دیمتیل دکان، چون 10 تاست. قسمت 3 سه نقطه، اسمشو به من بدید. موسوی نژاد درست نمیش، کریمی درست نمیش، چاردونی درست نمیش. 3 و 6 دی متیل اکتان. آیا کسی هست اینو توضیح بخواد؟ حتی یه نفرم بگه، بگو من میگم چجوری شد 3 و 6 دی متیل اکتان. رمضانی تازه حاضر شدی یا که بگم من نفهمیدم. بله ماهی ادی میگیم. یک، اول شما اینو بدون چرمان در نظر بگیرید، بدون هاش از میخوام، بدون هاش. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش تا اینجاست بدون هاش. این سه نقطه است. بله صفحه چند؟ 39. این مال صفحه 39، این که صفحه 38. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، تا اینجا که مشکلی نیست. حالا از این طرف دو تا کربن اومده پایین، از اون طرف دوباره دو تا کربن اومده پایین،
همینا بخونیم. گفتیم طویل ترین، بلند ترین، دراز ترین زنجیر، زنجیر اصلیه. میشونه 1 2 3 4 5 6. اگر دانش آموزی اینا زنجیر اصلی بگیره خب اشتباه کرده، به دلیل اینکه زنجیر اصلی میشه از من میشه 1 2 3 4 5 6 7. من اشتباه کشیدم. 1 2 3 4 5 6. درست شد؟ بله. تا اینجا شد 7 تا. این هم یک زنجیر. این هم یک زنجیر. 1 2 3 4 5 6. این هم یک زنجیر. پس یک زنجیر 6 تایی بالا بود. این بود. یک زنجیر 7 تایی اینه. باز میشمونیم. 1 2 3 4 5 6. 7 8. این زنجیر بلند زنجیر. زنجیر اصلی ما چند تا شد؟ 8 تا. آقای لطفی تا اینجا مشکلی هست؟ مشکلی نیست؟ خب حالا شماره گذاری میکنم. از هر طرف اینجا شماره بزنی فرقی نداره، چون اگر از این شماره بزنیم چون 1 2 3 به این میرسه، از این هم بزنیم 1 2 3 به این میرسه، 6 هم به این میرسه، بعد از این به شماره بزنیم. برای 1 2 3 4 5 6 رو سومی و رو ششمی متری در، یعنی 3 متری 6 متری میشه 3 و 6 2 متری. اون هم که شده 8 تا زنجیر اصلی میشه اکتان. 3 و 6 2 متری اکتان. و قسمت جیم گفته که حالا جیم هم دوباره رسم میکنه، 3 و 5 میگن دیمتیل هپتان. بچه ها 3 و 5 دیمتیل هپتان قسمت جیم. قسمت جیم زنجیر اصلیش رو من بکشم 1 2 3 4 5. یه دونه شیشتایی داره، نگاه کنید این جیم. جیم 1 2 3 4 5 6. یه دونه به صورت دوتایی روی کربن دوم داره، یه دونه روی کربن سوم از هم میشماریم. درست میشه؟ باید 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5. پس دراستانیش به این صورت میشه. این زنگی هست. خب یه دفعه نظر بیرون این دو میشه 1 2 3. از این برمش برمش میشه 1 2 3 چهار پنج. فرقی نداره از هفته بکنیم، چون عددش جمع 3 و 5. چون دوتا متریه میشه دی متری، چون 7 تاست میشه 7 تا. سوال 2. چرا نام دی دو اتیل پنتان، چرا نام دو اتیل پنتان برای ترکیب زیر نادرست است؟ ادامهش بنویسید. نام درست آن را بنویسید. همیشه تو امتحانات هم. یک سوال 25 سنم نیم نمره از اینا هست، یه ترکیب میده یا این نام درسته، در صورت نادرست بودن نام درست شده بسید. جواب چی میگیم؟
آقای فاضل درستش کن. جواب اینو میگیم چون زنجیر اصلی آن شیشتایی است نه پنجتایی. بشمارید از پایینی که بیاید بالا به سمت راست برید شیشتایی میشه. پس زنجیر اصلی شیشتایی. من قبلا یه نکته هم گفته بودم، ما یک متیل نداریم، یک اتیل نداریم، دو اتیل نداریم، یک پروپیل نداریم، دو پروپیل نداریم، سه پروپیل هم نداریم. چون اینا میافتن جز زنجیر اصلی. پس جواب همین که فاضل نوشته بریم سید. چون زنجیر اصلی شیشتایی است نه پنجتایی. بعضی تو امتحان میگن می نوشتن که شاخه اصلی را اشتباه در نظر گرفته، بازم ما بهشون نمره میدادیم. شاخه نبتی که نباید بگی شاخه اصلی، شاخه را. خب جوابش میشه سه متیل اکسان. خب بریم صفحه چهل و هفت سریع صفحه چهل و هفت رو بیاریم. در ساختار بسته شاخه اتیل رو دو جور گفتیم می نویسن، یا می نویسن داخل پرانتز می ذاره سی دو هاش پنج که ما حالا در همینجا سوال پ صفحه 48 رو حلش میکنیم، یا می نویسن سی دو هاش پنج داخل پرانتز، یا اینکه نه سی هاش دو سی هاش سه. صفحه 47 رو بیاریم سوال پنج. میخوام این نامگذاری آلکانا رو تموم کنیم به روش آیوپاک. بله توی پرانتز میزنم الان حلش میکنم. صفحه 45 47 سوال داده که هر یک از این دو کربنازید رو به روش آیوپاک نامگذاری کنید. سوال الف رو بهتون فرصت میدم جواب بدید. جوابتو پاک کن چهار دوری سریع بزن فرصت بدیم روش فکر کنه. چهاردانی پاکش کن بذار فکر کنه. حالا جواب رو بفرستید. پارسا گفته دو و سه و چهار و شیش تترامتیل هپتان. من بگیشنش امتحانتون دقیقاً بچه هایی که تاریخ امتحانتون رو من بگه فردا که دوازده همه داریم امشب باید برای دوازده همه سوال بدیم. برای شما من تاریخشو نمیدونم. خب کوین ماژیکمون نگاه کنید زنجیر اصلی هفت است. پس سوال الف صفحه 47 مربوط به سوال پنج هشت آذر. خب چهار دوری یه روز قبلش به من پیام بده یا زنگ بزن و اون موقع میگیم که تا کجا امتحان هست امتحان به چه صورتی هستش. گفته که هر یک از این کربنازید رو به روش آیوپاک نامگذاری کن. این یک دو سه چهار پنج شیش هفت تا زنجیر اصلیه تو الف. روی دومی از این بعد دوباره به سومی. ببینید من از قصد سومی رو بالا گذاشتم به خاطر اینکه مهم نیست بالا باشه یا پایین باشه. دوباره رو چهارمی
من دوباره روی 6 رو میگم. از بالا پایین بودنشون مهم نیست. حالا اینو میخواییم بخونیم. گفتیم زنجیر اصلی 7 است داخل یک کار، رو دومی، رو سومی، رو چهارمی، رو ششمی. از این بر هوایی نگاه کن میشه 23. 2 + 3 = 2346. هوایی رو نوشته نبا، روی هوایی روی نوشته کاری نده. خب می‌نویسیم رو دومی، رو سومی، رو چهارمی و رو ششمی 4 تا. به تعداد شماره شاخه ما چی داریم؟ شاخه داریم. اگر 4 تا شماره گذاشتیم یا به تعداد شاخه ما شماره داریم، 4 تا شاخه داریم، 4 تا شاخه میشه تتلا. حالا شاخه همون متیل هم یعنی یک ارگون هم و زنجیر اصلیمون هم 7 هست. یعنی شماره شاخه، نام شاخه، نام زنجیر اصلی. تترامتین جلو نرو فاصل شد پاک کنه. قسمت ب بزنید بچه‌ها فکر کنن. قسمت ب جواب رو بدید الان. اگر کسی من جواب رو میگم، اگر کسی جواب رو نفهمید مدیونه. اینجا بگید نگه من نفهمیدم. مدیونه که الان پارسام جواب داده 3 + 5 دی اتیل هگزان. خب پارسا تو غلط جواب دادی، هیچ اشکالی نداره، من علمش میکنیم. به خاطر اینکه من احتمال میدم شما زنجیر اصلی رو اشتباه گرفتی. 2 + 5 دی اتیل اکتان. آقای فراخیان شما هم غلط نوشتی، پس من بکشمش دیگه. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 تا زنجیر اصلیه. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 اینجوری هم طرف. آره این اتیله چیفرق نداره چه این بریده چه بکشه پایین. باز شو آقا مگه من به تو نگفته بودم ما اصلا 2 اتیل نداریم؟ 2 اتیل نداریم اصلا. پس این زنجیر اصلی اینجوری هست. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 این زنجیر اصلی. پس اگر ما زنجیر اصلی رو اشتباه انتخاب بکنیم نام رو غلط بهش کنید بیشترین باید باشه، بیشترین تعداد کربن داشته باشه. الان از هم کنم این سوال تکراریه با چیز هم داشتیم سوال 38 و 39 3 و 6 1 - 2 - 3 اینجا دی متیل اوکتان. دقیقا صفحه 38 همچی چیزی بود؟ نه، صفحه 39 سوال 3 نقطه دقیقا همونه بدون تغییر. صفحه 39 بالای صفحه 3 نقطه. حالا بیاید پ باز یک دقیقه فرصت میدیم پیرو بنویسید. هر وقت گفتم جوابو پاک کن جوابتو. هر وقت گفتم جواب میدید. کلمه پاک کن. حالا جواب بفرستید. 3 اتیل هپتان 3 اتیل هپتان 3 اتیل هپتان درسته.
زنجیر اصلی هپتانه، برای سومیش دو کرمانس میشه سه اتیل. جواب پ. بله لطفی، لطفی تو جوابتو برای من بفرست. آقای فرخیان ممنون. بله لطفی رفتش، صدا منو داری لطفی؟ سه تیر نپتون لطفی، بعد از سه باید یه خط تیره بذاری. لطف آبادی، منظور من همون لطف آبادی. مرسی حبیبی، پیام تو پاک کن. حبیب الله، حبیب الله حسینی هم پیام تو پاک کن، شلوغش نکن. حالا شما برای ما اینو به فرم بسته مثل سه سه نقطه بنویسید. همین پرو پرو برای من بستهش بنویسید، ببینم چجور بنویسید. نمیتونید بنویسید، من بنویسم، شما باید توش بکنید. یک دو سه چهار پنج شیش هفت تا اونجا هست، به سومی اتیله. خب مربوط به پ میشه، صفحه 48 بالای سه سی آی سه خط تیره، سی آش دو، سی آش سی هاش. چرا؟ چون اینجا یه دومش سی هاش دو سی آی سه چسبیده اتی. دوباره سی هاش دو سی هاش دو سی هاش دو سی هاش سه. یک دو سه چهار پنج شیش هفت. نامگذاریش که درست نمیشتید، کسی ایراد داره من یه بار میگم. شاخه ها باید داخل پرانتز باشن، شاخه ها، اما هر داخل پرانتزی شاخه نیست مثل سی هاش دو. حالا گوش کنید، سوم یه شاخه دو کربونه است میشه سه اتیل، اونم هفت است میشه سه اتیل هفتان. گوش کن، میخوام فرم بسته نیست سی آی سه خودشو بیرسیم، سی هاش دو اینم سی هاش دو خودشو بیرسیم، سی هاش هم خودشو بیرسیم. تا اینجا چیزی تکرار نشده بود که میخوام بگم فاکتور بگیرم دو تا سه تا بنویسم. اما ادامهش، برای سی هاش یک شاخه دو کربونه اتیله، اینو میتونید سی دو هاش پنج بنویسید داخل پرانتز، سی دو هاش پنج میتونید در اینجور بنویسید، این خودش سی هاش دو سی هاش سه بهتر اینجوری بنویسید. یعنی غلط نیست کسی بنویسه، یعنی اینجوری بنویسه. اگر کسی مثل من اونجوری نوشت سی هاش دو سی هاش سه غلط نیست، اما بهتره داریم بسته تا میتونیم بستش میکنیم. حتی بعضی جاها اینم سی داش پنج میذارن، یعنی اولش هم با سی داش پنج شروع میکنن، هیچ غلط هیست. یعنی اینجوری این دوتا رو میبینیم، سی دو هاش پنج سی هاش دوباره سی دو هاش پنج. پس بهتره تا میتونیم آنه یکی میاد اینم به این بس کنه، نه نه میخوام چون به این بفهمیم که به این سی هاشه شاخه بود. حالا ادامه میدیم، این یاد سی هاش سه سی هاش دو ادامهش این هره اینجا هستی که ستاره زنم به این کربونه، این کربونه هم همون کربونه ستاره داره است. سه تا سی هاش دو تکرار شده، باید اینو داخل پرانتز اینجوری بنویسی. در غیر این صورت اگر سه بار بنویسی سی هاش دو سی هاش دو سی هاش دو غلطه،
سه تا سیاهش رو تکرار شده هم سیاهسه. بچه ها بین اینا نباید خط بذاریم. بعضی بچه ها اینو می‌نویسن ولی می‌بینی یه دونه آخر یه خط گذاشته. درسته کریمی، کریمی اون اولش هم میدونی با سی دو هاش من شروع میکنی، من دیدم انجام میدم و غلط نیست. یه دونه دیگه از این مثالهای بالا حل میکنید، چرا که نه حل میکنه. نه اینجوری ننویست. اولش اونجوری ننویسه، معمول نیست. حالا ممکنه یه طراحی کاری بکنه. شما فعلا اول راه رفتن عادی رو یاد بگیری، همه رو نمیشه یکی کرد. خب اگه همه رو بخوام یکی کنیم فرمول بسته‌اش رو می‌نویسیم، فرمول مولکولیشو مثلا چند تا گرمانه اینجا الان می‌نویسیم 13 ندیه چی بود؟ سه تیل بود اونجا، هفت دارم میشه سی نو هاش بیست میشه، همش یکی شد دیگه سی نو هاش بیست. خواهد یه ذره فرق بکنه با فرمول مرکولی. مورد جیم رو شما نمیفهمید، نرسیدیم به جیم که ته مورد جیم، جیم کدومه؟ ما همون پ بود، این پ بود، ما پ رو برداشتیم بسته‌اش رو نوشتیم، این پ بود. اگر منظورتون الان ما ت با سه با جیم رو ننوشتیم، حالا ت رو بنویسید برای من. صفحه 48 بالا ت. ببینم کتاب فرق میکنه کتابتون. درسته؟ خب محبت کنید جواب ت رو بدید. جواب ت میشه 2.4 دیمتیل هگزان. خب بفرمایید که این ته اینجا که الان اومد، الان دانش آموزی هست اینو ننوشته باشه یا نفهمه چرا شد 2.4 دیمتیل هگزان؟ هیچ اشکال نداره. تفاوت اتیل اینه که اتیل شاخه 2 کربن است، متیل شاخه 1 کربن است. محمدی متوجه نشد. خب من اینو میکشم و دوباره نامش رو و فرمول بستش هم میگم که شما متوجه بشید. روی کربن دومی از این بعد 1 2 3 4 5 تا کربن داره. این پنج کربنش روی دومی یه دو کربنه داره که بشه میگیم اتیل. روی از اون برای هم رو دومی از اون برای هم از یه در کنه میشه یه دو کربن. زنگر اصلی 1 2 3 4 5 پنتا 1 2 3 4 بوتان که حالا 4 1 2 3 4
پنج، شیش. حالا این بیشتر شد. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. خب این هم شد شیش داره. پس زنج درست که من این. محمدی، آیا تا اینجا اشکال داری؟ چرا شیش تا؟ خب بشمار دیگه. ما باید بلندترین زنجیر رو که بشماریم بشه زنجیر اصلی. سه دوی بلا نامت غلطه، پاکش کن، دی رو جا انداختی. خب داشتیان سه دوی بلا و سینیان یه دی میخواد، دو و چهار دی میتی. ببین آقای محمدی، علکی نگو درسته، اگر نفهمیدی بگو. آقا بنده اینجا دارم حقوق میگیرم که اینو به تو بفهمونم. اگر متوجه نشدی، اگر راسته رو بشماری بالا بالا درازه اولیه میشه پنج تا، اما ما اگر از پایین بیایی میشه شیش تا. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش. شماره بزن اول. یک، این شیش تا. اگر بخواد از این شماره بزنی میشه پنج بتی. این بر میشه چی؟ سه، پنج تا، یعنی میشه سه و پنج، میشه سی و پنج. پس غلط مجبور از این رقم بذاری کنی، یعنی حواله در نظر بگیری. یعنی اگر کسی بگه سه و پنج دیمتی هگزان، این غلط میشه، از این بر شما بذاری. از این بر شما بذاری میشه دو و چهار. دو و چهار حواله نگاه کن، دو و چهار میشه بیست و چهار. این نام کوچیکتره اگر دو متری هگزان. رو دومی یه متریه، رو چهارمی هم یه متریه، میشه دو متری چهار متری. که گفتیم دوبار نامه یک شاقر نمیانیم، میشه دی متری. رو دومی یا چهارمی دی متری، چون شیشتا زنجیر هست میشه هگزان. میریم سراغ سه و جیم. سخت‌ترینشون ایناست. ببینید ما اینا تست بودن، به نوعی داریم تست میزنیم. ما الان درس رو دادیم، اومدیم رو تمرین دوره‌ای، مثالایی که بود رو حل کرد. حالا از شما میخوام که سه رو جواب بدید، اما الان نه، بذارید یه چند ثانیه بچه ها روش فکر کنن و هر وقت گفتم جواب بفرست. الان میتونید جواب رو بفرستید. الان جواب رو بفرستید. خب من نامه رو نگاه کنم. درست حبیب الله فاضل اون چیه نوشتی؟ درست شد؟ بله قبلی هم درست بود. دو با چهار دیمتیل پنتان، درست. برای این منظور شما باید اول بازش کنید. من اینو باز کنم. بله درسته های محی الدین، من اینو باز میکنم و این مثال قشنگی هستش. و بعد من یه مثال دیگه میزنم که یه نفر گفته بود از این مثال ها بیشتر بزنید. یه مثال دیگه من میزنم. اما الان گوش کن. دو و چهار دیمتیل پنتان نامه شد. چرا؟ سیاه سه دو مرتبه، سیاه سیاهش دو، سیاهش سیاه سه دو مرتبه. اول من رو بگیسم. سیاه سه دو مرتبه، سیاه سیاهش دو، سیاهش تا آخر پرنده سیاه سه دو مرتبه. خوب گوش کنیم آی چهار دوره، درس رو ضبط که میکنی شادی. اینو نگاه کن،
چون تعداد حاضری همون کم هست 19 نفر بکنم دو سه نفر این هم هست که آدم بارش میشه میخوام بازش کنیم اول خوب گوشور برای باز کردن برای باز کردن ما پرانتزی ها رو نمی‌نویسیم مگر اینکه داخل پرانتز چی باشه؟ سیاه‌اش رو باشه اگر داخل پرانتز سیاه‌اش رو بود چون سیاه‌اش رو جزء زنجیره اصلی هست می‌نویسیم اما غیر از اون رو نمی‌نویسیم اول من این چربون رو که قرمزه بعد این بعد این رو می‌نویسیم یک دو سه بعد میام داخل پرانتز اینجا دو تا سیاشتوه این منم دو تا سیاشتو این یه سیاشتو این یه سیاشتو بعضی از بچه ها توی کار من دیدم اینجوری می نویسن یه تیکه خود گوش کن میگن این یه سیاشتو این یه سیاشتو سیاشتو غلطی ها رو این سیاشتو دوتا اونی که تو نوشتی من الان من پاک کردم اون اتیل می شود این الان اینجا بذاریم یه دونه سیاسه یه دونه سیاسه هم بذاریم اینجا میام این سره روی قرمزه این هم دوتا سیاسه یه دونه اینجا یه دونه پایین یه دونه بالا فرقی نه این میشه باز شده اون فرم ساختاری اون بسته بالا زنجیر اصلی ما میشه این یک دو سه چهار پنج تا پنتان روی دومی و چهارمی هم دوتا میتیم اینو بنویسیم تا قبل از اینکه بریم جیم همیشه باید بزرگترین زنجیر رو در نظر بگیریم عنوان زنجیر اصلی یه دونه من بگم شما بنویسید خب من دفتر رو برپا کنم مشابه این رو ما توی امتحان پارسال هم توی خرداد داده بودیم هم توی دیما یکی الان میخوام بسید به این سیده سی آی سی سه تا سی اگه وقتی میشه سه تا دیگه هیچی برای سی هاش نمیدونه سی آی سی سه تا سی سی آی شو سی هاش داخل پرانتز سی داشت من داخل پرانتز سی هاش رو سه تا بعد دوباره سی داخل پرانتز سی داشت من دو تا تخته داری برد هنوز تخته رو داری سی داشت من دو تا بعد دوباره سی داخل پرانتز سی های سه سه داری اون آخر سی سی آی سه سه تا یه ذره من سر شکست کنم ببینم گرفت آره حالا اسم این رو به من بگید سریع اول 30 ثانیه فرصت بدیم هول نشید بذارید بقیه بزرگترین زنجیر رو باید زنجیر اصلی در نظر بگیریم بله گفتم تا چیش دیگه فقط باید بزرگترین زنجیره رو زنجیر اصلی در نظر بگیریم پنج دقیقه وقت داریم چرا قرارداد آیوپاکه این نامگذاری آیوپاکه زنجیر اصلی
بلندترینه، درازترینه. چیزای بزرگ ما را آدمای بزرگ. دوست داری؟ دوست نداری. ادامه میدیم، نام این رو بگید. تازه چی من مونده؟ 5 دقیقه وقت داریم. نامگذاری آن کنار هم میخواستم درس بدم. اصلا ما یه خود را بیازمایی در کردیم. چقدر وقتمون بیبرکت شده. به اینجاش اینه که اگر شما اینو یاد بگیرید، گفتم در کنکور فقط و فقط نامگذاری آلکان ها را سوال میکنن و ترکیباتی که اسمش تو کتاب اومده. مثلا نامگذاری آلکین، آلکن، ببین 9 تا دیگه هستن ها، آلکن، الکل، اتر، آلدهید، کتون، اسید، استر، آمین و استا میکنن، آمیدها. این 9 تا 10 تایی که الان گفتم اینا نامگذاریشون نمیاد. خب حالا ما میخوام نامی که برساد کریمی 3 و 7 دی اتیل، 2 و 2 و 8 و 8 و تتراپتیل نونان چه میکنه این بازیکن؟ خب این نامی که اینشون برساده. ممنون استاد. چی ممنون؟ فاضل از چی تشکر میکنی؟ جیگر طلا. آهان بعد من اینو سریع بازش کنم. گوش کن ننویس. خواهش میکنم ننویس. این اما باز شده شو ببینید. این کربن، این کربن دوتا، این سیاهش رو گفتم شاخه نیست. این 3 تا 4 تا 5 تا الان رو میام گفتم اونایی به شاخه هستن خیلی بهش کار دارم، ولی با در مجرده یکی ما میخوام اصولی کار کنیم با شما. میام اصلا خیلی ابتدایی این کربن رو میزنم. این سی 3 تا 3 بهش بسید کنم. 1 2 3 نه باید کسی کنی که ایراد داشته باشه، کاری نکردیم. این جرگاه رو بودشتیم اینجا 3 تا 3 بهش بسید. اومدیم جرگاه رو بقیلی سیاهاش این سیاهاش هست. یه دونه سیاهاش 2 هاش 5 یعنی سیگاهاش 5 سیگاهاش ناز یعنی یک شاخه 2 کربونه این هم کنید. میان بعدی کربون بعدی چون گفتی سیاهاش رو همیشه دوز زنجیره اصلیه. 3 تا 3 رو پشت سر هم رسمان با آبی یک دو سه 3 تا 3 پس 3 وقتی تکرار میشه زنجیر رو زنجیر هست. این رو به جای برخورتون بنویسید. حالا میرم سراغ اون کلمه بعد از 3 سه مرتبه، یعنی این 3 3 3 دوباره گفته 3 تا 5 2 تا پس یه دونه میکشم پایین یه دونه میکشم بالا. این 2 چرخانه پایین، این 2 چرخانه بالا. 3 تا 5 3 تا و آخری این چرخانه. سیاسی 3 تا 1 2 3 زنجیر اصلا میش کنم دراستر زنجیر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بیشتر از 9 تا نمیشه. نامه شما رو ببینم، نامتون رو که بر من فرستادید. بله بیشتر از 9 تا نمیشه، یعنی نونان
پس از گروه شماره گذاری کنم. اگر از گروه شماره گذاری کنم، خوب گوش کن. این میشه یک، این میشه دو، این میشه میشه سه، میشه دویست و دویست و بیست و سه. بعدی از تو بزن داخل کار کن. دویست و بیست و سه، یه دو برای این، یه دو برای این. از این بر دویست و بیست و سه تا اینجا مشترک شد. عدد بعد به این دوباره میشه چند؟ سه. پس من باید از این برم گذاری کنم. نگاه کنیم، دو و دو و سه، چهار و شیش و هفت. پس این غلط میشه. چرا میشه؟ دو اضافه به بیست و سی و هفت. اگر از این باشه باید کنم میشه دو و دو و سه، دو و دو و سه و سه. پس این اینجا خب یعنی آقا یکیش مال اتیره یکیش مال متیره. در ضمن بله تراکمی من بیشتره، ولی همیشه پس از اون باشه باید بزن. حالا به شما این بودشتر میشه دو و دو برای این دوتا. یعنی اینجا یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت و هشت و هشت متیلار اینا هست. ولی ما همچه کنی چی؟ اول اتیل رو میبیسیم. حالا من یه بیمیسیم بعد اتیل رو میبیسیم باشیم تکرار متی اگر این باشه ما میگفتیم اتر مطر اول اتیل رو میبیسیم. اتیل کدومه؟ اینجا هست سه و سه و چهار، پنج، شش، هفت و هفت. تلی اتی سه و سه و هفت تلی اتی دو و دو و هشت و هشت تلی و متی نولا. خودم هم گیت شده بودم. از دو سر زنجیر اصلی تا شاخه از من از این عکس بگیرم چون ساعت بعد یه جا کلاس دارم همین رو اونها بدم. پس نگاه کنید حوالی اول عدد رو میبینید؟ حوالی اول عددی که خب جیم بمونه جلسه را چون وقت همه من رو یکی کلاسه دست همه مشابه این رو بکنه داره پارسانده بود برم تو شام توی ریاضی خدا نگهدار.